جوانان دانشجویان دانشگاه تهران هستند. دانشجویانی که در نتیجه رویدادهای بعد از کودتای 1332 در فکر چاره‌ای برای مقابله با رژیم شاهند. این روزها جنب و جوش زیادی در دانشگاه به چشم می‌خورد. دانشجویان پس از آن که در تاریخ 24 آبان اعلام شد که نیکسون با رئیس جمهور آمریکا از طرف آیزنهاور به ایران می‌آید، تصمیم گرفتند که انگام ورود نیکسون نفرت و انزجار خود را به حکومت کودتا نشان دهند. دانشگاه آماده تظاهرات بر ضد رژیم کودتا شد. خبر دیگری دو روز قبل از سفر نیکسون باعث شدت گرفتن حوادث شد. زاهدی نخست وزیر کودتاچی تجدید رابطه با انگلستان را رسما اعلام کرد و قرار شد که دنیس رایت کاردار سفارت انگلستان چند روز بعد به ایران می آید. از همان 14 آذر تظاهراتی در گوش و کنار به وقوع پیوست که در نتیجه در بازار و دانشگاه عده‌ای دستگیر شدند. این وضع در روز 15 آذر هم ادامه داشت. رژیم شاه برای مسلط شدن بر اوضاع و آمادگی برای سفر نیکسون نیروهای نظامی خود را در دانشگاه مستقر کرد. روز 15 آذر یکی از دربانان دانشگاه شنیده بود که تلفنی به یکی از افسران گارد دانشگاه دستور میرسد که باید دانشجوی را شقه کرد و جلوی در بزرگ دانشگاه آویخت که عبرت همه شود و هنگام ورود نیکسون صداها خفه گردد و جنبندهی نجنبد. صبح 16 آذر هنگام ورود دانشجویان به دانشگاه اوضاع غیرعادی جلوه میکرد. تجهیزات فوق‌العاده سربازان و محاصره دانشگاه خبر از وقوع حادثه دردناک میداد. دانشجویان با زیرکی سعی کردند که به هیچ وجه بهانه‌ای به دست بهانه‌جویان ندهند. از این رو دانشجویان با کمال خونسردی و احتیاط به کلاس ها رفتند. ساعت اول بدون حادثه مهمی گذشت و چون بهانه‌ای به دست نظامیان نیامد به داخل دانشکده ها هجوم آوردند. از دانشکده های پزشکی، داروسازی، حقوق و علوم عده زیادی را دستگیر کردند. بین دستگیر شدگان چند استاد نیز دیده می شد که به جای دانشجویان مورد حمله قرار گرفته و پس از مزروب شدن به داخل کامیون کشیده شدند. مدیریت دانشگاه برای جلوگیری از حوادث تلخ‌تر دانشگاه را تعطیل کرد. دانشجویان نیز به پیروی از این تصمیم محبتی دانشگاه را ترک می‌کردند، ولی هنوز نیمی از دانشجویان در حال خروج بودند که ناگهان سربازان به بهانه اعتراض 2 دانشجو به حضور نظامیان در دانشگاه به دانشکده فنی حمله کردند. در این حادثه تأسف‌بار 3 دانشجو به نام‌های مصطفی بزرگنیا،
مهدی شریعت رضوی و احمد قنچی به شهادت رسیدند تا نام آنها یادآور مبارزات عدالت خواهانه دانشجویان مسلمان باشد، دانشجویانی که در طول تاریخ معاصر همواره با استعمار خارجی و استبداد داخلی مبارزه کردند و روز 16 آذر روز دانشجو نامیده شد. درست روز بعد از واقعه 16 آذر نیکسون به ایران آمد و در همان دانشگاهی که هنوز به خون دانشجویان بیگناه رنگین بود دکترای افتخاری حقوق دریافت. صبح ورود نیکسون یکی از روزنامه ها در سرمقاله خود تحت عنوان سه قطره خون نامه سرگشادهی به نیکسون نوشت. در این نامه سرگشاده ابتدا به سنت قدیم ما ایرانی ها اشاره شده بود که هرگاه دوستی از سفر می آید یا کسی از زیارت باز می گردد و یا شخصیتی بزرگ وارد می شود، ما ایرانیان به فراخور حال در قدم او گاوی گوسفندی قربان می کنیم. آنگاه خطاب به نیکسون گفته شده بود که آقای نیکسون، وجود شما انقدر گرامی و عزیز بود که در قدوم شما سه نفر از بهترین جوانان این کشور یعنی دانشجویان دانشگاه را قربان کردند.